فردین هستم، البته امینشون. ما اینجاییم که هیچ کس تو این فضای ریدبال دروغ نبنده به شکمتون. ما اینجاییم تا دهنشونو بساییم. شاخ مجازی اینجا شاخشو خورد میکنیم، میکنیم تو آستینش. ما رو دنبال کنید، سابسکرایب کنید تا این بریزم پارشای مجازی رو از دست ندید. بریم که داشته باشیم. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین، خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که هستید حال دلتون خوب باشه. امروز قصد داریم که در برنامه پشت پرده ریل زدنها و ارتباطات یه سری افراد سلبریتی معروف و مشهور رو برای شما افشا بکنیم و بگیم که کی با کی ریل زده. و یک ضرب المثل قدیمی است که یک عزیزی به من میگفتش که یه سری از این سلبریتی ها عذیب او میکنن، یعنی از رو این میپرن رو اون، از رو اون میپرن رو گرده یکی دیگه و از پشت خف میکنن و اینا. و امروز راجع به افراد معروف و مشهور و این سلبریتی ها صحبت میکنیم. البته چون تعداد این سلبریتی ها و کارنامه هاشون و ارتباطاتشون زیاده، چندین قسمت این برنامه طول خواهد کشید و راجع به خیلی از افراد صحبت میکنیم و ریلیشن ها و ارتباطاتشون. اما چند نکته رو بگم که خیلی مهم و جالب و جذابه، بعد هم شروع میکنیم اولین قسمت از افشای ارتباطات سلبریتی ها و ریل زدن هاشون با هم دیگر. اولی که ما هیچ مشکلی نداریم با این سلبریتی ها و افراد معروف و مشهور، نه اینا پول منو خوردن، نه من با اینا دشمنی دارم، نه چیزی. من سبک خبرنگاری پاپارازی دارم و در همه جای دنیا هم این رسم هستش که خبرنگارهای پاپارازی در خصوص زندگی شخصی بازیگرا و هنرمندا صحبت میکنن. حتی مثلا میگن که فلان سلبریتی فلان جورابی که میپوشه بود میده، یعنی تا این حد با دیتیل راجع به افراد صحبت میکنن در همه جای دنیا. رو توی ایران چون نشده یه مقداری هم جدید هستش، ما داریم کم کم جاش میندازیم. پس من با این سلبریتیش مشکلی ندارم، اگر تو خیابونم ببینمشون، تو همین آلمانم هم بیان باهاشون سلام علیک میکنم، میرم باهاشون میشینم یه چایی و قلیون و یه مشروبی هم میخورم. اصلا از این قضیه خیالتون راحت نگم براتون. پس ما فعالیت حرفه‌ایمون با فعالیت شخصیمون و ارتباطاتمون با این افراد کاملا جدا هستش. این نکته اول. نکته دوم هستش که من قراره که چندین قسمت راجع به این ارتباطات و اینکه کی با کی ریل زده و کی با کی دوسته صحبت بکنم. ممکنه اون شخصی که مد نظر شما هستش داخل این قسمت نباشه. مثلا تو این قسمت ما راجع به علیزیا و امین حیایی و شهاب حسینی و خیلی از افراد دیگه صحبت میکنیم. مثلا شما یه شخصی تو ذهنتون باشه، لطف کنید این زیر برای من کامنت بذارید، من حتما یادداشت میکنم و به شما میگم. نکته بعدی این که خیلی از این بازیگرها، افراد معروف و مشهور، خواننده ها، فوتبالیست ها، توی کارنامه فعالیت های ریل زدنیشون ممکنه با چندین نفر آدم ریل زده باشن. ما مثلا دو تاشو بدونیم، سه تاشو بدونیم، ممکنه من همه ریل های این افراد ندارم، اونقدر که دیگه ما ریز نمیشیم روی افراد که. ممکنه توی این قسمت چند تاشونو بگم، تو قسمت دیگه چند تای دیگه شونو بگم. شاید هم مثلا من یادم بره، میدونم و دارم یادداشت میکنم، اما ممکنه که یادم بره. پس یه دفعه نه مثلا زیر یکی از ویدیو کامنت بذارید که این که با اون بود الان چی شد با اینه. نه دوستان، اینا انقدر دلشون دریاست که با همدیگه ریل میزنن. نکته آخر من هستش که من مثلا راجع به بازیگرها که صحبت میکردم توی ویدیوهای گذشته، افراد میگفتن که نه صنعت سینما ایران پاکه، تمیز فلان بیسانه، نمیدونم از اینو صحبت. بله اصلا بسم الله الله مثلا اصلا حرفا چیه؟ بازیگرای سینما ایران و افراد معروف و مشهور، دوستان عزیز، اصلا هیچ، همه در حال راز و نیاز، همه در حال عبادت، همه در حال رکوع، سجده، قنوت و این چیزها هستن. اصلا این چیزا نیست. و من هم میخوام به شما مثلا بگم که یه سری از این هنرمندها کدومشون مثلا اعتقاد به گروه، ببخشید، اعتقاد به نماز جماعت داره، کدومشون اعتقاد به دعای ندبه داره که دعوت میکنه مثلا فلان بازیگر خانم رو خونش که بشونن با هم دعای ندبه بخونن، به دعای کمیل بخونن، به زیارت عاشورا بخونن. اصلا این چیزا نیست. صنعت سینما ایران بسیار و مخصوصا ارتباط بین هنرمند ها و سلبریتی ها بسیار پاکه، بسیار تر و تمیزه که راجبشون صحبت خواهیم کرد. یه نکته بگم،
اگر کانال شخصی منو سابسکرایب نکردید سابسکرایب بکنید، دکمه قرمز رنگ این پایین هست، روی دکمه زنگوله بزنید، روی اون سابسکرایب بزنید که قسمت بعدی اگر منتشر شد نفر اول ببینید. اگر شخصی هم ما نگفتیم در این ویدیو کامنت بذارید که ما در ویدیوهای بعدی بگیم راجبشون، چون انقدر زیاده که حتما اشاره خواهیم کرد. بریم یه واله ببینیم، بیایم شروع بکنیم. بچه با یه قسمت دیگه اومدیم. توی که بی خاصیتی، تا دست بی هنری، توی که فقط کبوده ریدر تو استوری کنی، توی که دزدی میکنی از این رو اون ککتم نمیگزه، توی که بوی چست کف اینستاستو دماغمون بیرون نمیره، این نویدو بهت میدم که میخوام تا دسته بسایمت. شما هم که کنجکاوین که بدونی چطوری میخوام این سایش رو به ثمر برسونم، ما رو سابسکرایب کنید. لطفا ما رو سابسکرایب کنید. پلیز سابسکرایب اس. بله، اولین قسمت از رل زدن ها عذیب او کردن بازیگرها رو میخوایم برای شما راجعه صحبت بکنیم. من چند روز پیش استوری گذاشته بودم در پیج اینستاگرام خودم و به دوستان گفته بودم که سوال بپرسید. عمدتا سوالاتی که مخاطبین عزیز در استوری از من پرسیده بودن، مثلا گفتن راجع به این بگو، راجع به اون بگو. افرادی که خیلی سوال شده بود رو من لیست کردم که بگم که در قسمت‌های بعدی دیگه راجعشون صحبت نکنیم، چون طرفدار زیاد دارن. و اینکه اگر خیلی از اینها رو من در استوری‌ها گفتم و شما میدونید، به بزرگی خودتون ببخشید، چون ممکنه خیلی از دوستان اون استوری‌هایی که 24 ساعت بوده و من چند روز پیش بوده و پاک شده رو ندیده باشن، یا اصلا توی اینستاگرام من نباشن که آیدیشون زیر نویس می‌کنم، یا کلا اصلا اینستایی نباشن، یوتیوبی باشن. پس ما میگیم که همه این خانواده مخاطبینی که برنامه پشت پرده رو میبینن آگاه باشن. اول از همه راجبه علیزیا صحبت میکنیم، مجری صدا و سیما، که خیلی پیام اومده که راجبه ایشون صحبت بکنیم. آیا علیزیا با یه خانمی به اسم شیرین مقدم که آرایشگاه داشتن، یکی از آدمهای پولدار و معروف توی صنعت آرایشگر ایران هستن، 3 سالی اولش رل زده بودن، دوست بودن و چون پولدار بود، ببینید یه سری از این مجری ها و افراد معروف مشهور کلن دوست دارن با افراد پولدار بگردن، چون برایشون میصرفه دیگه، طرف هم برایشون خرج میکنه، هم سلبریتیه، اونا هم دست به جیب و دست به خرج خرجشون میکنه. یه 3 سالی باش رل زده بوده که حتی برای علیزیا خونه میخره این خانم آرایشگره. نکته بگم، چون یه سری از این بازیگرای معروف و مشهور یا مجری آنچنان پولی از تلویزیون و در سینما به دست نمیارن، یعنی فقط مشهوریت هستش که به دردشون میخوره، وگرنه اون مجری آنچنان پولی در نمیاره در تلویزیون. اینو با یه آدم پولدار رل میزنه و اون خرجشون میکنه. یه 3 سالی باهاش بوده، حتی نشون به اون نشون که توی تولد لیلا بلوکات این دوتا مهمان ویژه بودن که علیزیا مجری اون برنامه تولد بود، که میتونیم بریم تیکایش هم ببینیم. بخونیم همه با هم: تولد، تولد. و حالا صدای جیغا و دستا که کمی بردن خیلی مبارک باشه تولدت. بعد از اون برنامه تولد توی افتتاحیه سالن زیبایی خانم شیرین مقدم توی فکر کنم تبریز هم علیزیا حضور داشته، که بعد از اینکه حسابی حالا با هم بودن و خونه خرید و خرجش کرد و اینا کات کرد، رفت با یک بازیگر خانوم الان رل زده که اولین حرف بازیگر، چون میخوام یه مقدار ویدیو جذاب بشه، ده هستش و 4 حرفیه که نشون به اون نشون این بازیگرم چند وقت پیش باش رفته بود اصفهان، خونه مادر بزرگ اون بازیگر خانم. این از علی ضیا. یه نکته بگم راجع به بازیگرها، خواننده ها، فوتبالیست ها و حالا خانم آقا هم فرق نمی کنه. اینا خیلی دوست دارن که با همدیگه رل بزنن، یعنی یه سری از این بازیگر هستن که خیلی دوست دارن با فوتبالیستا رل بزنن، یه سری دیگه شون هستن که خیلی دوست دارن با خواننده ها رل بزنن، یه سری دیگه شون هستن که هم با فوتبالیستا و خواننده ها مثل سرخورشی دوست دارن رل بزنن، که این رل زدن های تو هم دیگه خیلی ها هستن که مثلا لیلا اوتادی، الهام حمیدی، الناز شاکردوست، طلان پروانه است، سرخورشی، خیلی ها هستن که حالا یکی یکی توی ویدیو میگم که اینا با کدوم فوتبالیستا شخص معروفی رل زدن. اگر در ادامه
نگاه بکنیم ویدیو رو متوجه میشه. آها یه نکته راجع به علیزیا بگم که خیلی ایشون به دعای گروه نماز جماعت اعتقاد داره، چون بسیاری از این افراد معروف مشهور خیلی به نماز جماعت گروهی اعتقاد دارن، دوستان این راز و نیازه دست جمعی باشه چون ثوابش بیشتره. گفتم دیگه اصلا هیچ نیست، همه در حال دعا و راز و نیازه. مثلا امین حیایی این راز و نیاز دست جمعی رو دوست داره، گل سرسبدشون آقای گلزار دوست داره این راز و نیاز دست جمعی رو. گفتم که در جریان باشید. اسم امین حیایی اومد که یه فیلم هم قبلا ازش تو پارتی لو رفته بود، با خانم نیلوفر خوشخلق ازدواج کرد، قبلش با یه خانم دیگه بود، الان با یه خانم به اسم آیدا که متولد 1367 ناقابل فکر کنم یه 15 20 سالی با هم دیگه اختلاف سنی دارن، که خیلی میرن تو ویلای لواسون در تاریکی دعا میکنن راز و نیاز. اصلا نگم برات. دختر اهل نظام آباد 3-4 سالی هم هستش که رفتن نیاوران. این از امین حیایی. شهاب حسینی هم جالبه که خب با خانمش بود، متأهل بود، شنیدم که 7-8 سال پیش با هستی مهدوی دوست بوده، یه خونه میخره برای هستی مهدوی. یه سری از این بازیگرها هستن که خوب میکشن و میمیکن، یعنی برعکسش هم هست، بعضی وقتا آقای از خانم میکشه مثل علی زیا. حالا اینجا هستی مهدوی از شهاب حسینی خونه کشید و با هستی مهدوی بود چند سال، بعدش هم الان هم در حال حاضر من شنیدم با ترانه علی دوستیه، که یکی دیگه از کسایی که ماشاءالله هم خوب میکشه هم خوب ازدواج میکنه، یعنی کاملا ازدواجیه، یعنی از این کسایی هست که سنت پیغمبر رو رعایت میکنه، اعتقاد داره که نصف دین کامل نمیشه، باید ازدواج بکنه. خانم الهام حمیدیه که ایشون هم با یک فوتبالیست ریل زده بوده، علی کریمی، که خونه تو کیشش رو از علی کریمی داره و ماشاءالله 3 بار هم ازدواج کرده، که جالبه خودش بعضا میگه یه بار ازدواج کردم، خودشون ازدواج های خودشون رو گردن نمیگیرن. و من چون دیده بودم توی کامنت ها و دایرکت ها که نوشتن آقا مثلا فلانی ازدواج کرده، فلانی متأهل و فلان، خب بابا اینا جزی از کارنامه شونه، همه میدونن، یعنی اون چیزی پنهانی هم نیست که فکر کنی شوهرش نمیدونه. خیالتون راحت، شوهر 10 تا من تو بیشتر میدونه. این اطلاعات باعث نمیشه که زندگیشون به هم بریزه یا بپاشه به هم. به هر حال اون مرده میدونسته که رفته یه زن سلبریتی گرفته و ممکنه که این اطلاعات بیاد بیرون از حواشی زندگیش. پس خواهشن اگر میرید یه دونه زن سلبریتی هم میگیرید، اگه فردین رفت راجع به زنتون صحبت کرد، بدونید که واقعیتیه و با آگاهی کامل برید زن بگیرید. این از ایشون. یا مثلا ایلانز شاکر دوست هم همینجور که خیلی فوتبالیست دوست داشته، با حسین تقیانی بوده که یکی از بزرگترین کارتلای قاچاق مواد مخدر رو داشته، یه دونه بی ام و براش می‌خره. قبلش با علیرضا حقیقی بوده، دروازه‌بان سابق پرسپولیس و تیم ملی ایران، الان فکر کنم نساجی بازی می‌کنه. قبل از اونم با محمد پروین بوده، فرزند علی پروین، اسطوره باشگاه پرسپولیس، که الناز شاکر دوست هم یه دونه خونه از حسین تقیانی میکنه. این از پیش. اما گل سرسبد تمام ریل زدن ها و ریلیشنشیپ های نامنظم، نیمه منظم و نامنظم، بسیار اهل رکوع، سجده، دعای ندبه، دعای کمیل، دعای گروهی، همه اینا هستش، خانم سهر قریشیه که یه مدت با حمید گودرزی تو رابطه بود، عاشق حمید گودرزی بود، حمید گودرزی میگه بعد ببنه بگیری، که بعد یه دوره سهر قریشی پیش الهام حمیدی بره که 3 بار ازدواج کرده. حمید گودرزی خیانت میکنه و مچشو میگیره سهر قریشی، از اون طرف کات میکنن، سهر قریشی میخواد برگرده به حمید گودرزی و همه جا چو میکنه که من حامله ام از حمید گودرزی، حمید هم میگه به یه ورم حامله ای و این صحبت ها، و بعدش هم رابطهشون تموم میشه. سهر قریشی از اون دسته بازیگره بوده که با فوتبالیست ریل داشته، این مهدی طارمی که خیلی از شما میدونید، و یکی از آخرین ارتباطاتش هم با پسرخاله یوسف تیموری، شخصی به اسم فرهاد دوست بوده. این یوسف تیموری پسرخالش هم ماشاءالله خیلی ها رو دعوت کرده به مراسم های مذهبی خونهش، یه لایه سینما رو زده ماشاءالله. اما نفر بعدی خانم فریبا کوثری هستند،
که یک مصاحبه من چند وقت پیش ازشون خونده بودم که میگفتن که 51 ساله که ازدواج نکردن، 52 ساله الان که ازدواج نکردن و هیچ وقت تو رابطه نبودن. اما اون کسایی که تو سینما و تلویزیون هستن میدونن که عشق اول آخر کراش نمیدونم ریل همه چیه خانم فریبا کوثری کامران تفتی بوده، مجری تلویزیون و بازیگر، که چندین سال رو جالب دید که این کامران تفتی چه آدمیه، همزمان با نسرین مرغانلو و فریبا کوثری تو یه خونه زندگی میکرد، یعنی یه خونه داشته این دوتا تو خونش بودن، که بعد فریبا کوثری از این قضیه که نسرین مرغانلو باشون زندگی میکنه ناراحت میشه، از اون خونه میره بیرون، میره با داوود میرباقری که با هم دیگه من شنیده بودم که یه چیز سیاهی هست میدازن تو چای خورما با هم دیگه حل میکردن و میخوردن، چون به شما گفتم دیگه اصلا چون دوستان ممکن ناراحت بشن و فکر کنن که سینما ایران فاستون، نه اصلا نیست، خورما میداختن تو چایی، یا مثلا یه سری از این بازیگرها هستن که به شاتر نونوا خیلی اعتقاد دارن، این آردشون رو میگیرن جلو میزنن دیگه، مثلا شاتر براشون آرد میاره با موتور و اینا که سردسته کسایی که عاشق نونوا هستش گلزار یا خیلی دیگه. یا مثلا میترا حجار هم همینطور خیلی اعتقاد داره به شاتر نونوا که با مسعود کیمیایی در ارتباط بوده. این مسعود کیمیایی هم ماشاءالله با این سن و سال همه سینمای ایران رو به اسلام دعوت کرد، داینول به کومیت، زیارت آشورا، نماز وحشت، همه اینا رو بهشون آموزش میده، به حال پیر سینمای ایران هستش و تو کارنامهش هم جلسه های مذهبی با شیلا خداداد و لیلا زاره رو داشته، لیلا زاره که خودش با امیر آقایی رفته بودن و دعای کومیت رو انجام داده بودن. امیر آقایی هم چند سال پیش با یکی از این مجری های شبکه های ماهواره‌ای که اول اسمش هم حالا نمیتونم بگم میدان، با اون در ارتباط بود و با هم دوست بودن. این ازش. اما خب ممکنه خیلی از دوستان بپرسن که آهای فردی اگه میشه سینمای ایران اینقدر کثیف باشه، افراد مذهبی، افرادی که چهره های مذهبی دارن نیست تو سینما؟ بله هست، عرض میکنم خدمتتون، آیه سید جواد هاشمی که اصلا شما قیافه ایشون رو ببینید فکر میکنید ایشون 2 دقیقه دیگه میخواد شهید بشه. ایشون اعتقاد خاصی به تاچ کردن دارن، ناف به بالای بازیگرها رو بسیار خوب تاچ میکنن، چون به هر حال شما وقتی میخواید قنوت رو بگیری، قنوت بگیرید سخته، تاچ میشه دست به هم دیگه، ولی تو پروندهش آنچنان رابطه خاص میده، یه لیلا بلوکات ریز اون وسط مثلا زده و اینا، چیز دیگه ای نیست که با هم رفتن دعای کومل خوندن و اینا. لیلا بلوکات هم که دیگه حالا نگم براتون، یه سری مؤسسه خیریه داره که علی کریمی میبره تو مؤسسه‌اش رو میبره جای مختلف رو اینا، تصمیم میگیرن که زیارت عاشورا برگزار کنن توی دفترشون، علی کریمی میگه که خب باید شبانه روز این دعا انجام بشه، میرن خونه اونجا دیگه سایر مراسم های مذهبی، رکوع و کارهای دیگه، سجده انجام میشه اونجا تو خونه لیلا بلوکات، دعا میکنن. بعدش با علی کریمی کات میکنه، میره با کریم انصاری فرد، یعنی ایشون هم عشق فوتبالیست بوده، با کریم انصاری فرد هم یه مدت راز و نیاز میکنه، میره سویچ میکنه روی پسرخاله یوسف تیموری. بله. و آره افشاری هم همینطور، مراسم های مذهبی تو ایران کافیش نبود، میگه من دوست دارم برم مراسم های مذهبی سایر کشورها رو ببینم، برای این تصمیم میگیره به روسیه، اونجا یه آزمون الهی ازش میگیرن و میخوره به سردار آزمون های الهی و سردار گل میزنه و با هم دیگه این بر اون بر من، تا اینکه سردار میگه که بعد آزمون الهی و آزمون اصلی رو ما تو هتل بدیم، میرن تو هتل و اونجا به شدت برای آدم هایی که نامردن، نااهلن، به درگاه الهی میکوبن، انقدر میکوبن که صدای تخت باعث میشه که سایر افرادی که توی اون هتل هستن شاکی بشن که آقا شما چقدر دارید به درگاه الهی میکوبید، نکوبید ای کوبنده ها دیگه. بعد از اون هم رو کورس سجده و چیزهای مختلف و آره افشاری هم داستانش این میشه. نیکی کریمی هم که واقعا نیکی میکنه، چند وقتی رو با امیر قلعه‌نویی بود سرمربی لیگ برتر ایران که
بعد از اون هم با امیر حسین آرمان آشنا میشه که خیلی هم اختلاف سنی زیادی باهاش داره. امیر حسین آرمانی که من شنیدم که مدرک تحصیلیش جعلی از آب در اومده. اما آخرین نفر هم بگیم که بقیه موردها بمونه برای قسمت بعدی. حامد کمیلی دای کمیل خودش رو 4 سال به صورت شبانه روز با تینا آبخون تبار انجام داده بوده و با هم زندگی میکردن. حامد کمیلی که اوایل ورودش به سریال تلویزیونی با سریال اغما بود که در ماه رمضان برگزار میشد 20 میلیون تومان رشوه داد در اون موقع به تای تاروخ که بیارتش توی سریال اغما. این قسمتی از داها و راز نیاسه افراد معروف و مشهور بود. اما نکته‌ای که هست نیستش یه شاید خیلی از افراد تو ذهن شما باشه که ما راجعشون صحبت نکردیم، مثل مهران مدیری و امیر مغاره و اینا و بسیار از فوتبالیست‌ها و بازیگر افراد مهم. بیاد تو این زیر کامنت بذارید، ویدیو رو لایک کنید، برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید که ما راجب این افراد در قسمت های دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم صحبت کنیم. کانال ما رو اگه سابسکرایب بکنید، زنگوله رو بزنید، میتونید ویدیوها رو نفر اول ببینید. دمتون گرم، خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید، خوشتون اومد دیسلایک بکنید، اگر خوشتون اومد به اشتراک بذارید، کامنت مثبت خوشتون هم نیامد دیسلایک و فوش بدید. مرسی که تا این لحظه با ما همراه.